سلام، خوش اومدید. من احسان آمرتوتی هستم. خیام اگر زباده مستی خوش باش، با ماهرخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی خوش باش. البته واقعیت اینه که خیلی از ما آدم ها لزومن مثل خیام نیستی که با فکر کردن به مرگ بیشتر عاشق زندگی و خوشی های لحظه ایش بشیم، بلکه فکر مرگ استراب لحظه آخر و سیاهی بعدش، یعنی وقتی پلکا رو برای آخرین بار به هم گذاشتیم، بیشتر هم میکنه. شما جز کدوم دسته اید؟ فکر میکنید اساساً فکر کردن به مرگ وقتی که هنوز زنده ایم و داریم نفس میکشیم فایده‌ای هم داره؟ اینجا هشتگ شماست. از این راه میتونید درباره مرگ و زندگی و اصولاً هر چیزی که به این دوتا ربط داره، به این مفهوم ها، با ما در تماس باشید. میتونید ایمیل بزنید، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توییتر هم هست، و علاوه دو شماره تلفن گوشه تصویر. به نظر بعضی از کارشناسا، از جمله مگن برونو، روان درمانگر آمریکایی، فکر کردن به مرگ فوایدی هم داره که میتونه در نهایت به بهتر زندگی کردن ما کمک بکنه. اونا رو با هم دیگه مرور کنیم. بله، فواید فکر کردن به مرگ میتونه این باشه. از نظر بعضی از کارشناسان، انگیزه بیشتری درباره زندگی پیدا میکنه، چون میدونیم اصولا وقتمون تو زندگی محدوده، دوره زندگی ما محدوده و بعدش عملا ایده ای نداریم، ندونیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. به نظر خیلی ها ممکنه که ادامه‌ای در واقع اون برای مرگ نباشه. بنابراین انگیزه بیشتری برای استفاده از اون چیزی که امروز داریم پیدا میکنیم و زندگی رو سعی میکنیم برای خودمون بهتر کنیم. نادیده گرفتن مسائل و مشکلات کوچیک هم هست، برای اینکه به خصوص مشکلاتی که در موردش توانایی خاصی نداریم برای تغییرش، سعی میکنیم کمتر در موردش احتمالاً قصه بخوریم و اصولا جدی نمیگیریم مسائل کوچک و خرد زندگی رو. قدر لحظه حال رو و زندگی کردن در لحظه حال رو که احتمالاً خیلی مفهوم کلیشه‌ای هم شده، خیلی‌ها درباره‌اش زیاد حرف زدن، ولی واقعیتی هم حقیقتی هم درش نهفته است، اون رو بهتر احتمالاً می‌فهمیم. سعی می‌کنیم در همین لحظه و نه در گذشته و آینده زندگی بکنیم. کاهش استرابی که درباره مردن داریم هم هست. خیلی ممکنه فکر کنن که چطور میشه به مرگ فکر کرد و استرابمون از مرگ کمتر بشه. واقعیت اینه که بعضیا اعتقاد دارن فکر کردن به چیزهایی که موجب ترس و استراب ما میشه، در نهایت اون ترس و استراب میتونه کوچیک و کوچیک و کوچیک‌تر کنه و جایی به کل از بین ببرتش. و هدفمندتر کردن زندگی و در واقع اینکه با توجه به محدود بودن دوره زندگیمون، دست کم چیزایی که برامون ارزش بیشتری داره اونها رو بهش اولویت بیشتری بدیم، در واقع اهدافی در زندگیمون تعیین بکنیم و سعی کنیم تو همین دوره محدود در همین زندگی به اونا برسیم. اما فکر کردن به مرگ میتونه به نظر بعضیا مضراتی هم داشته باشه، لزوما این موارد مثبت که گفتیم نیست. مثلا نیتان هفلی که یک روانشناس اجتماعی بر اساس تحقیقاتی که انجام داده، معتقده که قطعا نتایج منفیش بیشتر بوده. فکر مرگ باعث استراب 68% از زنانی که در این تحقیق شرکت کردن و 36% از مردان مورد آزمایش شده، و همچنین گفته که فکر مرگ موجب غمگین شدن 53% زنان و 45% از مردان مورد آزمایش هم شده. بسیار خوب، ببینیم که حالا شما چی فکر میکنید. اصلا فکر میکنید به مرگ، یعنی که ترجمه میدید مرگ رو بذارید برای همون موقع که فرار رسید و دیگه واقعیتی و حقیقتی جز اون پیش روتون نیست؟ نسترا از تهران و شهرام از شیراز. نسترا، شما اصلا کلا تو زندگیتون به مرگ خودتون در درجه اول فکر کردید روزی که دیگه نباشید؟ سلام، خسته نباشین. بله، یه چیزیه که گریزناپذیر، همه بهش فکر میکنن، ولی خب نه مدام، بعضی وقتا بهش فکر میکنم موقعی که شرایطش پیش بیاد. شرایطش چجوری پیش میاد؟ نگران بچه هم میشن، مثلا یکی بمیره، بالاخره یه خبر مرگ ناگهانی شنیده بشه، بعد یه اتفاقای پیرامون آدم بیفته، اون موقع ها آدم به ذهنش میره. خب و اصولا وقتی به مرگ فکر میکنید بیشتر آرامش پیدا میکنید یا اینکه استراب بهتون میده؟ ببینید، من خودم به شخص از مرگ نمیترسم، همیشه هم آماده هستم برای مردن، ولی مثل هر مادری دغدغه من مخصوصم که خود من بچه بودم مادرم از دست دادم. میشه بپرسم چند سالتون بود؟ من 10 سالم بود. و این چه تأثیری روی شما به عنوان کودک گذاشت؟ در واقع تا پیش از این که مادرتون از دست بدید، عزیز دیگری رو از دست داده بودید، در واقع مفهوم مرگ آشنا بودید قبل از اون؟ نه، اولین آشنایی من هم مرگ مادرم بود. خیلی برام ضربه سنگین بود، سالها طول کشید که اصلا بفهمم به چه اتفاقی افتاده، سالیان سال طول کشید تا بتونم با این قضیه کنار بیام. شاید اگه اغراق نباشه هنوزم کنار نیومدم، ولی کم میگم الان تنها اضطراب من در مورد مرگ بچه هم. میشه بپرسم اون زمان نزدیکترین کسی که داشتید بعد از مرگ مادرتون کی بود و چه جوری سعی کرد که این مسئله رو به شما منتقل کنه؟
من از گریه زاری کسایی که خونمون جام شده بودم فهمیدم، کسی به من نگفتش، همه از من پنهان میکردن. بعد گریه زاری که میکردن همه تو سر صورت خودشون میزن، مثلا مادر بزرگم خیلی بیقراری میکرد. بعد دیگه مثلا از اون متوجه با هم که پچ پچ میکردن، من از اون متوجه شدم، کسی من در جریان نداشت. خب این سختی که دارید میگید حس کردید بعد از مرگ مادرتون و هنوزم به گفته خودتون شاید کامل پاک نشده، موجب شده که به فکر بیفتید که شاید بعد از سنین پایین‌تر همین الان به بچه‌های خودتون در مورد مفهوم مرگ دست کم آموزش بدید، بگید که اصلا چنین چیزی وجود داره، مرگ وجود داره. نه چرا؟ اصلا دلم نمیخواد بچه‌هامو، چون احساس میکنم روحیه‌شون تاثیر میذاره. همونطور که روحیه شما تاثیر بدی گذاشت، روحی اونم تاثیر میذاره، خب طبیعیه. ولی فکر نمیکنید شاید اگر به شما زودتر کسی در مورد مرگ گفته بود، یا همون موقع که این اتفاق افتاد به شما یه جوری، نمیدونم چه جوری واقعا، ولی یه جوری بهتون میگفتن که این اتفاق چیه دقیقا، فرق نمیکرد برای شما؟ نه فکر میکنم فرق نمیکنه، چون میدونین حرف زدن در مورد یه واقعیتی با توی اون شرایط قرار گرفتن خیلی متفاوته. وقتی در موردش حرف میزنی احساس میکنی، ولی درکش نمیکنی. وقتی تو شرایط قرار میگیری تازه درک میکنی چه اتفاقی برات افتاده. برای همین مثلا اگر شما مادرتون در قید حیات باشه، من هر چقدر از قنابی مادری بگم شما نمیتونی درک بکنی، ولی وقتی این اتفاق برای خودت میفته اون موقع حس میکنی که وای چه غمی وحشتناکی بوده. این همه در موردش صحبت کرده بودم، من لمسش نکردم. حالا نگرانی از اینکه بعد از مرگ ما اطرافیانمون چی میکشن، چجوری باش کنار میان، به خصوص فرزندانمون، کسانی که به ما علاقه بیشتری دارن، فکر کردن به این فایده ای داره؟ نه به نظر من فایده نداره. ولی نگران بچه‌هاتون گفتید هستید در این مورد، ولی کن به نظر من دوراندیشی و اینکه تو فکرش باشی و اینکه بچه‌هاتو مستقل بار بیاری، همسرتو آماده بکنی، چیزهایی که لازمه به همسرت بگی، به قولی همسرتو آماده بکنی، خیلی بهتر از اینه که بچه‌ها، چون من با همسرم خیلی صحبت میکنم که اگر یه همچین اتفاقی برای من افتاد مثلا اینجوری کن بچه‌هام، اونجوری کن، مثلا همسرم ناراحت میشه، میگم نه خب یه واقعیتیه، مادر منم 45 سالش بود، کسی نمیدونست که تو اون سن میخواد با اون شرایط بمیره. بعد ولی که خب بچه‌ها رو دلم نمیخواد توی این بره ببرم. بسیار خوب، ممنون از شما، مرسی هستن که این گفتگوی صادقانه رو به ما داشتید. فکر می‌کنم امروز بیشتر صحبتایی که شنونده‌هامون مطرح می‌کنن یه چیزی که از ته دلشون میاد، احتمالاً اون ترسا و دلهره‌هایی که از مرگ دارن یا هر تجربه‌ای که بوده، می‌دونم طبیعتاً تجربه خیلی شخصیه. مرسی که با ما در میون می‌ذارید. از جمله شهرام از شیراز، بفرمایید که نگاه شما به مرگ چیه، چقدر اصولاً درباره مرگ خودتون، مرگ عزیزانتون، اونایی که هنوز از دست نرفتن فکر می‌کنید و این فکر کردن فایده‌ای هم داره کلا؟ بله درود بر شما. من خودم نگاهم به مرگ یک نگاه همراه با ترس و استرس است. چرچه به نظرم اگر نگاهم رو تغییر بدم شاید وضعیتم بهتر باشه. میشه بپرسم چرا ترس و استرس دارید از مرگ؟ ترس و استرس از این جهت که بالاخره یک چیزی هست که انسان خودش نمیتونه خیلی دخیل، یعنی اصلا دخیل نیست در انتخابش. یک چیزی هم هست فکر کنم ذاتی و فطری تو اکثر انسان ها هست، گرچه اگر که من بتونم این نگاه رو تغییر بدم و به مرگ و حتی به دنیای بعد مرگ، یعنی اگر که با دید خوب نگاه کنم، شاید چه بسا همین مرگ برای من و اطرافیانم امیدآفرینم باشه. بالاخره این مرگ موقعی که همراه با یک سری اعتقادات حتی باشه میتونه بازدارنده باشه، از ظلمهایی که ممکنه من انجام بدم به اطرافیانم، به هم نوعم، به هم کیشم، به هم دینم، و در کل هر ظلمی که به انسانیت از طرف من بخواد انجام بشه، اگر که من به مرگ و دنیای بعد مرگ اعتقاد داشته باشم، چه بسا همین مرگ که موجب ترس و استرس هست میتونه یک عامل امیدآفرین هم باشه. خب ولی کسایی که به دنیای بعد از مرگ با قاطعیت میگن که اعتقادی ندارن، دست کم اگرم حتی به قول شما وجود داشته باشه، ولی اونا الان در این زندگی میگن که چیزی به اسم دنیای بعد از مرگ نیست، این به اون معناست که این آدما لزوما اخلاقیات رو رعایت نمیکنن یا انگیزه‌ای برای مراعات کردن اون ارزش‌های انسانی ندارن؟ نه، حتی اگر اعتقادی هم نداشته باشن، دیگه خود مرگ دیگه یه چیز حتمی است. مثلا اون فرد میتونه در این حالی که معتقد به مرگ باشه میتونه
از همین مرگی که هیچ انتخابی نداره خودش در تعیینش میتونه بهتره استفاده رو ببره و به عنوان یک انسان نگاه به اطرافیانش کنه، بگه که من این که نمیتونم در مرگ خودم نقش و انتخابی داشته باشم، چقدر خوبه که با اطرافیان خودم خوب باشم، مهربون باشم، با خانواده‌ام، با دوستان، با اطرافیانم، جامعه‌ای که دارم درش زندگی میکنم، بالاخره میتونه برای خودش اهدافی رو تعریف کنه و اونا رو پیش ببره. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما، مرسی. بار دو نفر خدافظی بکنیم با نصران و شهرام. بریم چند تا از پیام های شما رو براتون بخونم. برای ما علی محمد نوشته که چون مرگ یک امر قطعی و گریزناپذیر است و نمیشود از آن فرار کرد، آن را میپذیرم و خیال خودم را راحت میکنم. همین گفته به نظرم مرگ چیزی نیست که انسان وقت خود را مصروف آن نماید و برای ملاقاتش ترتیبات خاصی را هدف قرار دهد. علی احمد هم گفته اگر انسان به فکر مردن باشد از بسیاری کارهای زشت و خلاف دین و شریعت جلوگیری میشود. شبیه همین حرفی بود که الان یکی از بینندهامون هم مطرح کرد. فکر کردن درباره مرگ تقریبا به اندازه تاریخ تفکر و فلسفه خودش خدمت داره. هنوز که هنوز حتی تحقیقات زیادی در این مورد داره انجام میشه. فلاسفه و روانشناسان هم در این مورد بسیار تحقیق میکنن، میگن و مینویسن. به نتایج بعضی از این تحقیقات باید بعد نیستش که اینجا اشاره داشته باشیم، از جمله اینکه فکر مرگ کسانی که دوست داریم نگرانی بیشتری نسبت به فکر مرگ خودمون ایجاد میکنه. یکی از بینندهامون الان گفت نگرانی از اینکه وقتی من مردم تکلیف بچه‌هام چی میشه، تکلیف شوهرم چی میشه، و این بیشتر آدمو میتونه نگران بکنه تا فکر به مرگ لزوماً خود آدم، و اینکه باعث افزایش گرایش ملی گرایانه و پیش‌داوری علیه دیگر گروه‌های نژادی، مذهبی و سنی ممکنه بشه. در واقع به همون چیزهای آشنایی که در زندگی الان اطرافمون هست بیشتر دو دستی میچسبیم و فکر پذیرش بقیه امکاناتی که در زندگی هست از نظر بقیه در واقع گزینه‌هایی که بشر برای انتخاب داره، اونا رو زارن افراد میذارن کنار. دست کم گروهی هستن که با فکر مرگ بیشتر به همون گروه‌های شناخته شده اطراف خودشون چنگ میندازن، و اینکه باعث تقویت پیوستگی ما به گروه‌هایی میشه که به اونها تعلق داره، میشوی همون نظر قبلیه. و اینکه لیبرال‌ها در واقع بر افکار و عقاید سیاسی هم بعضی معتقدن که فکر مرگ میتونه تاثیر بذاره. در واقع لیبرال‌ها با فکر کردن به مرگ لیبرال‌تر میشن، محافظه‌کارا رو میتونه محافظه‌کارتر بکنه. و اینکه در نهایت فکر مرگ ناخودآگاه انسان رو، چه مذهبی باشه چه غیر مذهبی، بیشتر به سوی باورهای مذهبی سوق میده. در واقع امید به اینکه چیزی، زندگی، دنیایی بعد از مرگ هم قابل تصور باشه، خودش یک نوع نگاه فرامادی هستش که احتمالاً ریشه در مذهب میتونه داشته باشه. اما فکر کردن درباره مرگ گاهی اوقات میتونه نزدیک‌تر شدن آدما به هم دیگه بشه. در واقع کافه هایی که اصلا برای همین مورد، برای حرف زدن و فکر کردن در مورد مرگ، در جای مختلف دنیا وجود داره. اولین بار در سوئیس راه اندازی شد سال 2004، بعد در کشورهای دیگه مثل کانادا و آمریکا و بریتانیا بست و گسترش پیدا کرد. مخصوص همینه که آدما وقتی که دوست دارن در مورد مرگ حرف بزنن، مثل اینجا در شمال ولز جمع میشن دور هم، چای میخورن، قهوه میخورن، شیرینی میخورن، از مرگ و حلاوتاش هم حتما میگن. کافه مرگ در لندن هم یکی دیگه از جاهایی است که وجود داره و مثلا یه کیک‌ها و شیرینی‌های مخصوصی هم حالا با علائم مربوط به مرگ اونجا هستش که برای شروع بحثشون بد نیست در موردش بتونن حرف بزنن. بریم پیش مهمان برنامه‌مون، حالا با دکتر مسعود افتخاری روانپزشک صحبت بکنیم که به جمع میپیونده. مرسی آقای افتخاری که دعوت ما رو پذیرفتید. تا اینجا صحبت کردیم یه سری فوایدی روانشناسا قائل هستن برای فکر کردن در مورد مرگ، یه سری هم خب طبیعتاً نکات منفی در موردش گفته شد. شما نظرتون چیه؟ بیشتر در واقع کمک میکنه فکر مرگ که زندگی رو عمیق‌تر و بهتر و با کیفیت بهتری پیش ببریم، یا اینکه نه جنبه‌های منفیش عملاً باعث میشه که بگیم مرگ رو میذاریم برای همون لحظه که سر رسید فقط بهش فکر کنیم؟ بله، با درود به شما و بینندگان برنامه شما. بحث مرگ یکی از مرکزی ترین پرسش ها در فلسفه بوده از طول تاریخ بشر تا کنون، از زمانی که ما دیدیم که میمیریم و برای بقای انسان باید تلاش بشه. از اون زمان انسان همواره دغدغه مرگ رو با خودش داشته. از سوی دیگه مرگ آن روی سکه پرسش زندگی است. چرا زندگی میکنیم؟ منظور از زندگی چیه؟ کل آفرینش و خلقت چه مفهومی داره؟ میدونید که خب زندگی دایره بسته است، با تولد آغاز میشه و با مرگ این دایره بسته میشه. ما تنها به زندگی میایم و تنها ازش بیرون میریم. این بحثی است بسیار طولانی دراز که افکار فلسفه اندیشمندان رو به خودش مشغول داشته. در طول تاریخ موضوع پژوهش های زیست شناسان، پزشکان، طبیعت شناسان و اگزیستانسیالیست ها بوده.
مرگ بزرگترین ترس انسان در این حال بوده و به همین خاطر برای بقای خودش انسان ابزارهای فراوانی متوسل شده. گرایش های ناسیونالیستی که بهش اشاره کردید یکی از مکانیزم های بقای یک ملت هست تا بتونه خودش در مقابل تهدید خارجی حفظ بکنه. پناهگاه ها، مسکن هایی که ما ساختیم و بعد از اون واکسیناسیون ها و تمام تحقیقاتی که علم پزشکی انجام داده یک هدف بیشتر نداشته و اون تمدید و طولانی کردن زندگی برای فرار از مرگ. در این حال مرگ یک پدیده گریزناپذیر، هر انسانی بالاخره یک روزی خواهد مرد. یک بحث اساسی در ارتباط مسئله مرگ اینه که هرگاه که ما به مرگ فکر میکنیم این سوال بلافاصله مطرح میشه که خب خود زندگی محدوده، یعنی نهایتاً مرگی در کاره، بنابراین چه باید کرد که زندگی اون هارمونی، اون لذت و اون شادمانی رو ایجاد کنه، چگونه میشه از این فرصت استثنایی بی همتا و بی مانند استفاده کرد تا مرگ هم قابل فهم باشه. با این همه ما هر گونه که به زندگی نگاه کنیم مسئله مرگ به عنوان تهدید فراروی ما هست، اما من میخوام از این فرصت استفاده بکنم و بگم که این چیز جدیدی نیست. مرگ عبارت است از گذشتن از هر آنچه که دوستش داریم. مرگ یعنی باقی گذاشتن کل دنیا، نزدیکان و عزیزان، کار و خانواده. بنابراین من میفهمم ترس کسانی رو که به مرگ فکر میکنن، اما میبایست این ترس بلافاصله سمت و سو عوض کنه به سمتی که پس باید خوب زندگی کرد، باید که زندگی رو قدرش رو شناخت، باید از زمان خوب استفاده کرد، باید با حضور در مکان و زمان یک هارمونی و سازگاری در همین الان وجود آورد. شما رد پای این بحث رو در شاعران ایران میبینید، در فلاسفه. اتفاقا اشاره کردید آقای افتخاری به رد پای بحث مرگ در شعر و فلسفه، در واقع در حوزه فرهنگ حالا اگه بخوایم وارد بشیم چقدر واقعا میتونیم بگیم نگاه مثلا یک ملت به خاطر فرهنگی که داره، به خاطر پیشینه فرهنگی و تاریخی که داره میتونه متاثر از اون شکل گرفته باشه؟ در واقع یا شباهت هایی بین نوع فکر کردن شهروند ایرانی مثلا به مرگ هست که بگیم در فرهنگ های خاورمیانه تقریبا مشترکه و مثلا خیلی فرق داره با فرهنگ غربی؟ در واقع چقدر این مرگ اندیشی برگرفته از پیشینه فرهنگی افراده؟ بله، اگر که دین رو و خداباوری رو و الهیات رو بخشی از فرهنگ بدونیم، خب میدونید که ادیان پاسخ ساده و قابل دسترس مسئله دادن که دنیای دیگری هست، بنابراین با مرگ ما چه اتفاق خاصی نمیفته، ما بعدا زندگی رو ادامه میدیم. به مذهب تلاش کرده و یا ادیان به طور دقیق تر که پاسخهای ساده و بی درد سر به مسائل فلسفی بده، به ویژه به مسئله مرگ. و خب این قانع نمیکنه انسان امروزی. در این حال لائیست ها و ماتریالیست ها و آنهایی که اعتقاد شاد به زندگی بعد از مرگ و به اون تفسیر دینی از مسئله مرگ و زندگی ندارن، تلاش کردن که پاسخهای بیولوژیکی بشنن. فرض بفرمایید که با جلوگیری از بیماری ها. قطعا اگه فرهنگ مجموعه باورها، نظام داوری، ارثیه های تاریخی، سطح دانش و آگاهی باشه، رنگ خودش رو به تلقی ما از مرگ میزنه، همونطور که نگاه ما به زندگی رو تعیین میکنه. و به عنوان سوال آخر آقای افتخاری، الان با یکی از بیننده ها اول برنامه به خصوص صحبت میکنیم در مورد اینکه چطور مفهوم مرگ رو باید به بچه ها آموزش داد، اصلا باید آموزش داد یا باید گذاشت که هر وقت اتفاق افتاد خودشون باش کنار بیان. مثلا اون بینندهمون خانومی که اول برنامه صحبت میکرد میگفت با وجود اینکه به خودش سختی، در واقع دوره سختی گذشته بعد از مرگ مادرش، ولی هنوز ترجیح میده بچه‌هاش در این مورد اصلا چیزی نگه، مفهوم مرگ رو در موردش حرف هم نزنه. پیشنهاد شما به عنوان یک روانپزشک چیه؟ باید به بچه‌ها گفت یا خیر؟ اگر باید گفت در چه سنی و به چه شکلی؟ مرگ یک پدیده طبیعی است، یک پایانی است بر حیات بیولوژیکی ارگانیسم‌ها به ویژه انسان. این رو نباید پنهان کرد. مرگ رو می‌باید آنجا اونجوری که هست تعریف کرد، باید همونجوری هم به بچه‌ها نشون داد. ما درک بچه‌ها و توانشون در مدیریت مسائل سخت رو دست کم می‌گیریم. بچه‌ها خواهند پذیرفت که به هر حال مرگی در کاره و هر انسانی خواهد مرد. اینکه می‌پذیره یا نه، اما بحث دیگری است. بچه‌ها با ورود دوران دورسالی خودشون تحقیق خواهند کرد در باب مسئله مرگ و زندگی. اما پنهان کردن مرگ از کودکان فقط بر ابهامات و ترس نگرانی اونها اضافه میکنه. برای بهتره که شفاف باشه و این حقیقت انکارناپذیر رو بهشون به روشنی و شفافیت و صداقت بگیم که هر انسانی خواهد مرد. بسیار خوب، ممنون از شما. مرسی دکتر مسعود افتخاری روانپزشک، ما رو از سوئد همراهی میکرد. چند تا
توییت براتون میخونم. عمار نوشته که زندگی نبردی است و پایان آن مرگ است، از این نبرد لذت ببرید که بیشک روزی مرگ فرا خواهد رسید. مرادی گفته که چند سال پیش بر اثر تصادفی سخت تا چند ساعت هوشیاری نداشتم و اون حادثه دیدگاهم رو عوض کرد. اول اینکه مرگ خیلی راحت‌تر از اون چیزیه که آدم فکر میکنه، و دومی که فهمیدم بشر بسیاری پوشالی و ضعیفه و مرگ فقط برای دیگران نیست. پس از اون اتفاق هر روز منتظر مرگم، چون اصلا زمان و مکانش مشخص نیست. و شهریوری هم گفته که فکر کردن زیاد به مرگ میتونه از علائم ابتلا به افسردگی یا وسواس فکری باشه. بریم ببینیم که دو نفر بعدی چه نگاهی به مرگ دارن. با نورا از لندن و سعید از بابل صحبت میکنیم. نورا، شما فکر میکنید که فکر کردن به مرگ موجب میشه که آدم شیوه زندگیش و در واقع کیفیت زندگیش تغییر بکنه؟ خود شما وقتی که میدونید مفهومی به اسم مرگ آخر خط نشسته منتظر شماست، جور دیگه زندگی میکنید یا نه؟ سلام. برای من واقعا مهم نیست که اصلا بعد از اینکه آدم بمیره حالا اون دنیای باشه یا نه، مهم اینه که کیفیت زندگیمون چطوره. من خودم تجربه داشتم که دو بار توی زندگیم، و اولین باری که این تجربه داشتم احساس کردم که خب مرگم نزدیکه و واقعا رو احساس کردم. اتفاقی که افتاد توی من این بود که من جلوی آینه ایستادم و خودم رو نگاه کردم، فهمیدم که هر کاری که کردم از خودم راضی بودم توی زندگی. یعنی درسته که زندگی بالا پایین داره، آدم تصمیمات درست میگیره، اشتباه میگیره، مهم نیست. مهم اینه که تو اون لحظه بهترین تصمیم رو من گرفته بودم، از خودم راضی بودم. تنها چیزی که ناراحتم میکرد این بود که ظلمی که به خودم کردم بابت استرس راجب کارم مثلا، و اینکه من بعد گفتم که ارزش نداره. یعنی به این نتیجه رسیدم که مهم نیست، اگر این کارم از دست دادم میرم یه کار دیگه پیدا میکنم. ولی مفهومش این نبود که جنگندگیشون رو تو زندگی لزوما از دست میدید. نه، برای من اصلا، برای من زندگی ارزش بیشتری پیدا کرد دقیقا از اون لحظه به بعد. نه فقط برای خودم، اینطوریه که برای تمام موجودات زنده به یک اندازه فکر میکنم که زندگی ارزش داره. یعنی من اجازه ندارم که زندگی رو از یه موجود زنده، چه پشه که کوچکترین موجود زنده است، حالا مثلا به ذهنم الان بیاد، چه آدم، فرق نمیکنه، همه موجودات زنده زندگی دارن و مرگ پایانه، و ما حق نداریم که این زندگی رو از کسی به بهانه‌ای، به هر بهانه یا امیدی ازش بگیریم. در واقع همه اشکال زندگی شما احترام بیشتری میذارید بعد از اینکه به مرگ شروع میکنید فکر کردن. دقیقاً همینطوره، و لذت بیشتری میبرم. یعنی واقعا احساس میکنم که دیگه مهم نیست بمیرم یا نه. من به این نتیجه رسیدم که اصلا مهم نیست امروز فردا، اصلا مهم نیست، مهم اینه که الان که من اینجا نشستم بتونم از زندگی لذت ببرم. و اینکه من دقیقا مثل نسترنجان مادرم رو خیلی سن پایین از دست دادم، ولی من پدرم بهم گفتش که مادرت فوت شده، و من رو با این واقعیت مواجه کرد. اتفاقی که توی من افتاد این بود که من دیگه بچه دار نشدم تو زندگیم. استرس اینکه بمیرم و اگه بچه‌ام چه اتفاقی واسش میفته، این تأثیر بود که روی زندگی من گذاشت و خیلی خوشحالم. و اینکه اگر بچه داشتم شاید فرق میکرد اون استرس و استرابی که آدم همیشه داره، وای چه اتفاقی میفته. و الان چند سالتونه شما نورو؟ میشه بپرسم؟ من 40 سالم میشه ماه دیگه. و دیگه الان پشیمون نیستید از تصمیمی که گرفتید در بچه دار نشدن؟ نه اصلا فکر میکنم که نه، کاملا تصمیمم درست بوده. من اینجوری با مقوله مرگ مادرم کنار اومدم که خودم بچه دار نشدم. ممنون از شما، مرسی نورا، مرسی که تجربتون رو با ما در میون گذاشتید. سعید از بابل، نظر شما رو میشنویم. اگر به خصوص تجربه مشابه نورا داشتید که موجب شده در یک مرحله از زندگی به مرگ فکر بکنید و این تأثیری روی شیوه زندگی شما بذاره، میشنویم. سلام جناب احسان عزیز، متشکرم از موضوعی که امروز انتخاب کردید. مطمئنم یه تلنگر یا یه شوک کوچیکی باید باشه برای کسایی که خیلی تو زندگی امروزیشون فرو رفتن و فکر میکنن مرگ فقط برای دیگرانه. من خودم اصلا به هیچ وجه به مرگ فکر نمی کردم تا اینکه سال 89 یه تصادف شدید کردم. تو اون تصادف 3 تا از دوستام از دست دادم و خودم تقریبا 6 روز توی کما بودم. از اون اتفاق به بعد کلا شخصیتم توی زندگی عوض شد. اطرافیان، خانواده، دوستا و آشنا میگن کلا شخصیت سعید بعد از تصادف واقعا عوض شد. دیدم به زندگی خیلی تغییر کرد. همیشه به فکر اینم که اگر هر لحظه امکان داره مرگ به سمت من بیاد و بعد از اینکه رفتم چه مسائل و دردسرایی میتونم واسه بازمانده هام بذارم.
چون کار من توی بازاره و بیزینس هستم، معمولا همیشه طلبکار و بدهکار دارم. این حالا موضوع شخصی که سعی میکنم همیشه اینا رو موضوعش مشخص باشه. در واقع بدهی برای خانواده و اطرافیانتون در درجه اول ایجاد نکنید که بعد از مرگ شما به سختی بیفتن. دیگه چه تغییری؟ دقیقاً اینکه زحمتی برایشون ایجاد نکنم. و بعد از اینکه این اتفاق افتاد، اصلا دیدگاه هم میگم به زندگی حتی میشه مسئله خیلی کوچیک، حیونا رو بیشتر دوست داشتم. قبل از این اتفاق خیلی عامیانه‌شو بگم، همش در انگازی دوست داشتم کلا سر اینم بذارم و به هر روشی شده پول در بیارم و هر جوری شده که به اون خواسته هم برسم. ولی بعد از این اتفاق اونقدر تغییر کردم که تو محیطی مثل تهران دیگه نتونستم واقعا زندگی کنم و مهاجرت کردم و اومدم توی شمال، تو شهر بابل دارم زندگی میکنم. البته نه که بگم اینجا از تهران خیلی بهتره، ولی خب چون خلوت‌تره، جمعیتش کمتره، مسائلش راحت‌تره. با اون شرایطی که توی تهران هست واقعا با اون شخصیتی که بعد از تصرف برای من شکل گرفت زندگی کردم خیلی سخت. یه محیط خیلی کم استرس تری در واقع برای خودتون ایجاد کرد. خیلی ممنون. یه خطی که جدید فکر کنم فرصت بشه داشته باشیم. آفتاب رو از کابل داریم. آفتاب بفهمید نگاه شما به مرگ چیه و اینکه چه توصیه ای احیانا برای دیگرانی که دارن این برنامه رو گوش میکنن دارید، اگر که فکر میکنید نگاه شما کمکی کرده بهتون که زندگی رو بهتر پیش ببرید. سپاس از اینکه وقت برمان دادن و سپاس از اینکه یک موضوع خیلی جالب رو انتخاب کردن در برنامه امروزی تان. نگاه ما کلا متفاوتر از این است که بخاطر اینکه ما به دو چیز هیچ انتخاب ندارن. گذشته از اینکه در مسائل زندگی ما انتخابایی که ندارن خیلی محدود هستیم انسان و یک موجود هستیم خیلی محدود با ظرفیت هایی که بر ما خداوند نهاده و خیلی محدود. یکی در قسمت زندگی ما هیچ اختیاری نداریم که در دنیا میایم و دوم در قسمت مرگ، همونطوری که در قسمت انتخاب زندگی ما اختیار نداریم در قسمت مرگ هم نداریم. اما دیدگاه ما راجع به مرگ ای است که هم زندگی و هم مرگ هدیش دو سکه هستن، یا دو روی یک سکه هستن. و یک معنای دیگه زمانی که ما تولد میشیم تنها با زندگی تولد نمیشیم، ما با مرگ همزمان تولد میشیم و این مرگ است که با وجود ما میاد. اگر شما فکر بکنید اگر مرگ نباشه پس خوشی چی معنا میده؟ اگر مرگ نباشه بعد از سن 90 سالگی انسان چی باید کرد؟ در واقع مرگ به شما کمک میکنه که معنای زندگی، مفهوم زندگی رو بهتر بفهمید. همونطور که آفتاب گفت اصلا به نظر میاد که انسان با مرگ هم زاده میشه، همزمان با تولد مرگ هم همراه خودش به دنیا میاره. زینب نوشته که من با مرگ خودم کنار اومدم اما مرگ اطرافیانم رو نمیتونم تصور بکنم. صمیمی گفته که اگر انسان‌ها همیشه به مرگ فکر کنند در زندگی کمتر مرتکب گناه و جنایت میشن. آریا گفته استراب مرگ ناشی از جهل انسان در طول تاریخ بوده، چون درباره بیولوژی و فرایند زیست چیزی نمیدونسته. و آخرین نظر از گندم میخونم که گفته فکر کردن به مرگ باعث میشه آدما بفهمن که همه رفتنی هستیم و کم به هم ظلم بکنیم. اگه هنوز چیزی مونده از این نگاه به مرگ که مطمئنم مونده چون بحث خیلی گسترده یه، میتونید برای ما از طریق توییتر نظرتون رو بفرستید به دستمون و با دیگران هم در همونجا یعنی @bbcshoma نظرتون رو به بحث بذارید. خوب و خوش باشید تا فردا.